سلام و وقت بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حرفام رو از اونجایی که توی همین انقلاب زن زندگی آزادی دستگیر شدم از داخل زندانهایی شروع میکنم که شاید خیلیاتون نشناسیدشون، تا اسمشون رو هم نشنیده باشید. من دستگیر شدم توی زندان اوشنویه بودم و اونجا شکنجه هایی رو تجربه کردم که شاید بازگو کردنشون اینجا باعث بشه که خیلی ها بهشون فشار بیاد یا حالشون بد بشه. برای همین من اونها رو بازگو نمی کنم، ولی این رو بهتون میگم که هیچ کس صدای زندان های کوچیکی که توی حاشیه هستن نیست. اون زندانیانی که توی همچین زندانهایی الان دستگیر شدن متاسفانه دارن در شرایط بسیار سختی زندگیشون رو ادامه میدن. به عنوان مثال من میتونم سودای خدیرزاده رو براتون مثال بزنم. سودای یک زن کرد هستش که به گروگان گرفته شده، یعنی ایشون رو گرفتن تا شوهرش بیاد و خودش رو تحویل بده و الان بهش حکم دادن، 10 سال حکم دادن. سودا در زندان بچهش رو به دنیا آورد، سونیا الان داره توی زندان بزرگ میشه و نگهبانان زندان با لگد به سونیا میزنن و با الفاظی مثل توله تروریست یا بز کوهی صداش میکنن. وقتی ما این رو در مورد یک بچه 1 ساله داریم حرف میزنیم، سونیا فقط 1 سالشه و کسی حتی اسم سونیا رو هم نشنید. ما در آذربایجان از که 300 زندانی ترک داریم که کسی اسمشون رو نمیدونه. چرا؟ چون توی زندانهایی هستن که توی حاشیه هستن، مثل برزقان. ما توی بلوچستان زندانی هایی رو داریم که حتی کسی نمیدونه اینها زندان هستن. در اهواز ما زندانیانی رو داریم که زیر حکم اعدام هستن، کسی هم اسمشون رو نمیدونه. زندانیانی داریم که 20 سال هستش که توی زندان هستن و هنوز هیچ کسی نمیدونه اینها با این وضعیت در اونجا. و من میخوام که نگاهاتون رو از مرکز بردارید و یک نگاهی هم به اون زندانهایی که در حاشیه ایران هستن بندازید. زندانهایی که شاید توی شهرهای غیر مهمی بودن، زندانهایی مثل همون زندانی که من بودم که توش نزدیک 2 روز آویزون بودم. من ازتون خواهش میکنم که کمی به حاشیه بیشتر دقت کنید، چون اون چیزی که در حاشیه داره اتفاق میفته یک جنایته. ما هنوز زندانیانی رو داریم که هنوز اعدام شدن و پیکرشون رو نداریم. عموی من 30 سال پیش اعدام شده و هنوز ما پیکرش رو نداریم. ما حتی نمیدونیم کجا خاکش کردن. فقط یک آدرس تقریبی بهمون دادن، اون هم با رشوه‌ای که به یکی از مامورای جمهوری اسلامی دادیم و گفتن که ممکنه توی بانه دفن شده باشه. ما حتی نمیدونیم آیا راست میگه یا دروغ. ما 10 ها زندانی داریم که پیکرشون رو جمهوری اسلامی ناپدیدسازی قهری کرده. من تا روزی که ازم درخواست وثیقه شد، خانوادم نمیدونستن کجام، کدوم نهاد من رو دستگیر کرده. به هر دری میزدن که دنبال من رو بگیرن و من رو پیدا کنن، ولی خب هیچ اثری نبود. برای همین من فکر میکنم که صدای زندانیان سیاسی که در حاشیه هستن باید باشه، چون خیلی هامون رو با احکامی بسیار غیر انسانی محکوم میکنن و این باعث میشه که مرکز هم
همدردی نکنه با ما. خیلی از زندانیامون با احکامی مثل تجزیه طلب، همکاری با دولت‌های متخاصم، جاسوسی برای اسرائیل، مواد مخدر و خیلی حکم‌های دیگه رو داریم که اصلا اینها درست نیستن، احکام غیر واقعی. من دوست خودم که من اون سازمان درمانی رو که ساختم و به زخمی شده انقلاب زن زندگی آزادی کمک میکردم، دوستی که کمک میکرد من داروها رو تهیه کنم، الان زیر حکم قاچاق اسلحه هستش. کسی که دارو جابجا میکرد و ما با همچین حکومتی طرفیم. ببینید اون سرکوبی که داره در حاشیه میشه، شما مطمئن باشید که روزی در مرکز هم اجرا میشه، چون حاشیه محل آزمایش جمهوری اسلامی بوده، همیشه این کار رو کرده. اون زمانی که ما رو با گلوله جنگی میزد و در مرکز خیلی ها میگفتن که ممکن نیست همچین چیزی، در انقلاب زن زندگی آزادی دیدید که حتی مردم مرکز رو هم با گلوله جنگی زدن. پس ازتون خواهش میکنم، نه به عنوان یک خواهشی که بگم که باید بهمون لطف کنید، و فکر میکنم که وظیفه هممون هستش که صدای زندانیان حاشیه باشه. چون اگر اونها رو فراموش کنیم، مطمئن باشید اون روش هایی که داره روی ما به کار میگیره، وقتی ما رو اعدام مصنوعی میکنه، ما رو ده ها بار میبره که برای اعدام، من خودم 3 بار تهدید به تیربارون شدم. خب خودتون رو تصور کنید در لحظه ای که شما رو میگن که فردا صبح میبریم تیربارونت کنیم، چه حسی بهتون دست میده؟ وقتی حتی بهتون پنیسیلین نمیدن، وقتی شما رو با مورفین دوباره بالا میارن تا بتونن دوباره کتکتون بزنن و ازتون بازجویی کنن. وقتی این موضوع پسوریازیس رو دیدم، من 1 سال پیش که رفتم پیش پزشک پوست و گفتم من احساس میکنم توی زندان یک مشکلی برای من پیش اومده، وقتی پسوریازیس رو در من تشخیص داد، گفت که خب این یک بیماری خودیمنیه، ممکن از قبل داشته باشی، حالا یک عواملی باعث شده باشه که در تو تقویت بشه. ولی الان میبینم که دونه دونه زندانیانی که توی انقلاب زن زندگی آزادی دستگیر شدن پسوریازیس میگیرن. این طبیعی نیست و برای همین ازتون میخوام که اونطور که باید مقابل این سرکوبی که در زندانهای حاشیه ایران میشه بیستید و صدای کسایی باشید که حتی اسمشون رو هم نمیدونید و از ادبیاتی که جمهوری اسلامی در برابر ما به کار میگیره فاصله بگیرید. وقتی یک فرد بهش حکم تجزیه طلبی میزنن، این رو در نظر داشته باشید که حکمی که بهش دادن اعدامه و اعدام حق هیچ کسی نیست. اگر از این فاصله نگیرید و بگید که خب این تجزیه طلبه باید اعدام بشه، مطمئن باشید که نفر بعدی که اعدام میشه از شما خواهد بود و این تجزیه طلبی که امروز صداش نیستید، صدای شما نخواهد بود. ممنونم ازتون.